بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بن عزيز وجرمي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته باز هم با قسمت جدیدی برنامه قهرمانان خدمت شما عزیزان و سروران هستم البته در قسمت های گذشته برنامه قهرمانان ما در مورد یکی از ابرمردان تاریخ اسلام عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله و تعالی صحبت های داشتیم صحبت های ما در مورد این ابرمرد تاریخ اسلام به پایان نرسیده بود ما در ای رسیدیم که ایشان به خلافت رسیدن و در سال 99 هجری ایشان به عنوان خلیفه مسلمانان انتخاب شدند. بدون شک قبل از اینکه ایشان به خلافت برسند در زمان امارتشان در مدینه منوره که در عهد خلافت ولید ابن عبد بود خدمات شایان شانه برای ساکنان شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم و برای امت اسلامی انجام دادن و بعد از پایان رسیدن دوره امارتشان در مدینه منوره وقتی که بعد دمشق برگشتن در دارالخلافه باز هم کنار خلیفه مسلمانان ولید بن عبد و سپس در زمان خلیفه بعدی سلیمان بن عبد به عنوان وزیر و مشاور خاص آن دو خلیفه ایفای وظیفه کردند و در زمان مشاوریشان نیز همیشه سعی و تلاششان این بود که بالای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ نوع ظلم و جوری از سوی فرماندهان خلافت و یا والیان و امیران شهرها بالای مسلمانان صورت نگیرد به همین سبب بود که همیشه در مقابل مظالیم حجاج ابن یوسف و فرماندهان دیگری حجاج ابن یوسف که بالای مردم بسا اوقات ظلم و جور می کردند صدا بلند می کردند و انتقاد می کردند و همیشه از خلیفه وقت می خواستند که والیان ظالم را برطرف کند و همانطور هم در زمان خلافت سلیمان بن عبدالملک خیلی از فرماندهان حجاج ابن یوسف به مشوره های عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله برطرف شدند و والیان و امیران نیکنام گماشته شدند زمانی که عمر ابن عبدالعزیز بعد از وفات سلیمان بن عبدالملک خلیفه مسلمانان شد و سلیمان بن عبدالملک نامه نوشت بر اینکه باید مسلمانان بعد از او به عمر ابن عبدالعزیز به عنوان خلیفه مسلمانان بیعت کنند تعداد از خاندان بن امیه در این مورد اعتراض کردند اما وقتی که ایشان را به عنوان خلیفه انتخاب کردند در اولین سخنرانی خیش بر منبر بلند شدن و به مسلمانان گفتند که من نه به خودم خلیفه شدم و نه در مورد خلیفه شدن من از عموم امت اسلامی مشوره و نظر گرفته شده است بناهن بیعتی که شما به من کردید من این را از گردنم ساقط می کنم و دور می کنم و شما هر کسی را که به عنوان خلیفه و امیر المؤمنین انتخاب می کنید من هم به عنوان یک فرد و یک فرزند از فرزندان این امت به آن بیعت می کنم اینجا, اینجا بود که مردم به یک صدا صدا بلند کردند و گفتند قد که یا امیر المؤمنین ما تو را ای عمر بن عبدالعزیز به عنوان امیر مؤمنین و به عنوان امیر خود و خلیفه خود انتخاب کردیم از این, کارمان کار من منصرف نمی شویم که به تو کردیم آن بیعت را نمیشکنیم پس اینجا عمر بن عبدالعزیز دید که این مسئولیت عظیم و این مسئولیت بزرگ به شانه های ایشان با دل ناخواسته آمده است اما از اینجا سعی کردن که به یک طرز و طریقی این مسئولیت را ادا بکنن که در روز قیامت و در روز حساب و کتاب پیش الله متعال و پیش روی مسلمانان ملامت نباشند. پس روش و طریقی عمر بن خطاب رضی الله عنه را در امور خلافت و حکومتداری دنبال کردند. خلافت ایشان امتیازات و میزات و خصوصیات خاص خود را داره ویژگی های خاص خود را داشت چون قبل از عمر بن عبدالعزیز در عهد عبدالملک بن مربانی یا بعد از و ولید بن عبدالملک و همچنان در زمان سلیمان بن عبدالملک بدون شک اعضای عمومی جهان اسلام خیلی بهتر شد فتوحات اسلامی خیلی گسترش یافت خصوصا در عهد سلیمان ابن عبدالملک و همچنان در عهد ولید ابن عبدالملک نیز کارهای عظیمی برای امت اسلامی صورت گرفت اما به خاطر بودن بعضی والیان و امیران ظالم مثل حجاج بن یوسف مثل عبید الله ابن زیاد و غیره بس ها اوقات بالای بعض ساکنان شهرهای عراق و غیره ظلم های صورت می گرفت و صداهای مردم علیه این ظلم والیان بلند می شد اما با رسیدن عمر بن عبدالعزیز بر مسند خلافت و دوش گرفتن این مسئولیت اولین کاری که عمر بن عبدالعزیز آغاز کرد این بود که در میان امت اسلامی عدل و انصاف را مراعات بکند و عدل و انصاف را پیاده بکند به همین خاطر بود که از ابن سیرین رحمه الله در مورد امام عادل و صفات امام عادل جستجو کرد پرسید چون عمر ابن عبدالعزیز خودش عالم بود میدانست که امام عادل در روز قیامت یکی از هفت گروهی است که در زیر سایه عرش پروردگار قرار می گیرد نمی خواست که از آن نعمت و از آن سایه عرش پروردگار در روز رستاخیز محروم شود به همین خاطر رفت نزد ابن سیرین و از او پرسید که امام عادل چه کسی را میگویند چه امامی را امام عادل ما میتوانیم بگوییم ابن سیرین برایش گفت که امام عادل کسی است که بالای رعیت خود مثل پدر برخورد و رویه می کند قسمی که پدر بالای فرزندان خود شفقت می ترحم می کند درست است وقتی که از آنها مشکل سر بزند یا اشتباه سر بزند آنها را سرزنش می کند. اما بدتر آنها را شفقت می کند. دست شفقت را بر سر آنها میکشد و برای آنها تلاش می کند که آنها در آینده زندگی خوبی داشته باشند طفولیت آنها را با ناز و نعمت می خواهد که سپری بکند و در دنیا می خواهد که آنها را به مقامی برساند که در روز آخرت به دردش بخورد هر پدر این آرزو را از فرزندانش دارد و برای همین کار تلاش می کند ابن سیرین گفت ابن سیرین با عمر ابن عبدالعزیز گفت باید هر خلیفه مثل یک پدر برای امت و رعیتش باشد و همچنان بعض مظالمی که در حق اهل بیت خواسته و ناخواسته از طرف بعضی والیان و امیران صورت گرفته بود وقتی که عمر بن عبدالعزیز خلیفه مسلمانان می شود می نزد فاطمه بنت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه می گوید یا بنت علی والله ما على ظهر الارض اهل بیت احب الی منکم ولا انتم احب الی من اهل بیتی ای فاطمه دختر علی رضی الله عنه قسم به الله متعال در روی زمین هیچ خانواده محبوب تر برای من از شما نیست محبوب ترین خانواده و فامیلی که نزد من محبوب باشد او شما هستید حتی شما را از فامیل و خانواده خود نیز بیشتر دوست دارم دومین کاری که کرد ظلم هایی که در عهد خلفای قبلی صورت گرفته بود آن ظلم ها را جبران می کرد در حق هر کسی که ظلم شده بود تلاش کرد که حق مظلومین را از ظالمین گرفته به ایشان برگرداند برای این کار اولین اقدامی که کرد از خود آغاز کرد هر چیزی که در خانش و در دستش یا در دست فرزندانش از بیت المال مسلمان ها آمده بود یا مشبوه بود چیزی صاحب دارای شبهی بود در هر چیزی که شبه می دید آن را به با بیت المال مسلمانان برمیگرداند می گفت که انه لیم ان ابدع الا اول من نفسی مناسب این است که وقتی که من مظالم را میگردانم حقوق را برمیگردانم به صاحبانش اولا از خود آغاز بکنم اینجا نگاه انداخت به انگشترشان انگشتری که ولید ابن عبدالملک برایش هدیه کرده بود گفت این انگشتر را ولید ابن عبدالملک برای من هدیه کرده بود شاید از مال بیت المال باشه شاید از کسی باشه که راضی نباشه حتی انگشتر دستش را بیرون کرد و به با بیت المال مسلمانان برگرداند و بعد از خود به بقیه خاندان بن امیه آغاز کرد که آنها خاندان خلفا بودند خلف ها بودن فرزندان خلفا بودند بدون شک نزد آنها هم تعداد از اموالی بود که در آنها شاید شبهه بود اگر حرام هم نبوده شاید شبهه بوده از آنها مال هایی که نزدشان مال شبهه بود و مال میراث پدرشان نبوده تمام مال های شبهه را از نزد آنها گرفته به بیت المال مسلمانان برگرداند اینجا فرزندان بن امیه و افراد خاندان بن امیه شکایت کردن از این چیز ناراحت شدن چرا چیزهای مالهای آنها را گرفته می شود و به بیت المال مسلمان ها برگردانده می شود آنها رفتن نزد امیشان فاطمه بنت مروان گفتن برو به این برادر زادت بگو این چی کاری است که با ما می کند فاطمه بنت مروان رفت نزد عمر بن عبدالعزیز گفت با این پسران عمویت چه داری می کنی چرا مالهای آنها را گرفته و بیت المال مسلمان ها برمیگردانی آنها از تو در این شکوا میکنن شکایت میکنن عمر بن عبدالعزیز دینار را گرفت در آتش انداخت وقتی این دینار داغ شد و خیلی داغ شد به امش گفت ای امه جان آیا میخواهی در روز قیامت منم مثل این دینار بسوزم گفت نه خیر ابدا این را نمیخوام گفت پس چطور اجازه میتی که من مال بیت المال مسلمان ها را نزد اینها بگذارم به عنوان که من خلیفه هستم و حق مسلمان ها را اگر از اینها ها نگیرم برنگردانم در روز قیامت با من چه محاسبه و حساب خواهد شد اینجا فاطمه بنت مروان رفت به افراد خانواده بن امیه گفت شما با خاندان عمر با آل عمر ازدواج میکنید از آنها دختر میگیرید وقتی که از نسل عمر کسی مثل عمر می آید و با شما این گونه برخورد عادلانه و منصفانه می کند از شما حق مردم و مالهای شبهه را از پیش شما می گیرد شما شکایت می کنید حق شکایت ندارید و از امتیازات عهد خلافت عمر بن عبدالعزیز نیز این بود که سعی کرد که تمامی والیان و فرماندهانی که ظالم بودند ما از آنها به مردم و به ملت و به رعیت ظلم صورت می گرفت آنها را برطرف کرد و در جای از والیان ظالم و امیران ظالم سعی کرد که والیان نیکنام صالح بالای مسلمانان تعیین بکند اینجا یک داستان بسیار جالبی هست عمر بن عبدالعزیز یک کسی را متوجه شد و دید که خیلی شخص پرهیزگاری هست خیلی نماز میخواند خیلی عبادت می کند خواست این را بر یکی از شهرهای اسلامی به عنوان امیر والی تعیین بکند چون شخصی در ظاهر خیلی با تقوا پرهیزگار است خواست او را والی تعیین بکند اما گفت بیا این را یک امتحان می کنم یک کسی را فرستاد که برو این شخص را امتحان بکن آیا واقعا او لیاقت ولایت و امارت در مسلمانان را دارد؟ این شخص رفت نزد آن شخص پروز، پرهیزگار و نماز خانه خیلی زیاد گفت ای بنده خدا من دوست امیر المؤمنین و خلیفه هستم اگر تو را به عنوان والی یکی از شهرهای مسلمانان پیشنهاد بکنم به دوستم که خلیفه مسلمان هاست و تو به عنوان امیر آن شهر تعیین شوی برای من چی میدهی؟ آن مرد گفت که مصارف یک سالی تو را میپردازم همین بود که این شخص در امتحان و آزمایش عمر بن عبدالعزیز ناکام شد و از امیر مقرر کردن آن منصرف شد همچنان در زمان خود عمل به شورا کرد یعنی تکروی می کرد فقه ها و علما را در اطراف خود جمع کرد از آنها در تمامی امور خرد و بزرگ امت اسلامی از آنها مشوره می خواست نظر می گرفت علما و فقها ها را به خود خیلی نزدیک کرد و از کارهای دیگری که کرد علم و دانش را نشر کرد در زمان خلافت خیش بر هر شهر پیام فرستاد به سوی هر والی و هر امیر پیام فرستاد که برای فرزندان مسلمانان معلمان تعیین بکنند که با آنها علم و دانش را بیاموزند و برای معلمان از بیت المال مسلمانان از بیت المال مسلمانان برای معلمان معاش تعیین کرد و این کارش باعث رشد تعلیم و دانش شد که عهد عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله گرچه خیلی کوتاه است اما این کارهای عظیمی را انجام داد از جمله کارهایی که واقعا خیلی عظیم هست تمامی امت اسلامی مرهون این خدمت عمر ابن عبدالعزیز هستند و عبارت از تدوین حدیث است حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به صورت کتاب ها نوشته شود در سینه ها حفظ می شد تا به این رفتن نزد صحابه از صحابه احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را میشنیدند همانگونه همان که صحابه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم احادیث را حفظ میکردند تا به این هم از صحابه حفظ میکردند پس هر کس در سینه خود هزاران حدیث را حفظ داشتند و اینجا عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دید که علما دارن وفات میکنن ترسید که با وفات علما علم از بین نرود اینجا به امام ابوبکر ابن حزم پیام داد به محمد ابن شهاب زهری پیام داد که قید العلم بالکتابه علم را نوشته بکنید احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را جمع آوری بکنید من میترسم که با رفتن علما احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از بین نروند همین بود که امام ابوبکر ابن حزم و محمد ابن شهاب زهری به جمع آوری احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آغاز کردند و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در دفترها علایده علایده نوشته می‌کردند و بعد از نوشته شدن این دفترها به هر شهر اسلامی از این دفترها فرستاده می شد پس آغاز تدوین حدیث و به شکل کتاب ها و معلفه های جداگانه در عهد عمر بن عبدالعزیز صورت گرفت که واقعا یکی از خدمات عظیمیشان است که تمامی امت اسلامی در این مورد مرهون منت ایشان هستند امروز که ما می بینیم هزاران کتاب حدیث از قرن دوی هجری، سه هجری علما و محدثین نوشتن آغاز و تأسیس انکار در زمان عمر بن عبدالعزیز رحمه الله و به امر او صورت گرفت که واقعا خدمت عظیمی بود عهد خلافت ایشان واقعا نمونه خلافت راشده را به تصویر گذاشت که تعداد از علما میگویند عهد او میشه ما در زمری خلافت راشده بشماریم با این همه خدمات عظیمی که برای امت اسلامی انجام داد و بالاخره روزی آمد و در سال 101 هجری این ابرمرد اسلام و این قهرمان از قهرمانان اسلام دنیای فانی را ودا گفت داستان وفاتشان هم خیلی دردناک هست Uh, یک قول این است که معرخین میگویند که ایشان با مرض طبیعی با موت طبیعی وفات کردن اما تعداد دیگری از آه, معرخین در مورد وفات ایشان میگویند که وقتی که ایشان این همه عدالت و انصاف را مراعت میکردند، تعداد که در سریش آنها ظلم و جهر جابجا شده بود آنها نمیخواستند که آه, این چنین یک حکومت عادلانه و منصفانه وجود داشته باشد پس آنها شاکی بودن از عمر بن عبدالعزیز و آنها برای از بین بردن عمر بن عبدالعزیز آغاز کردند اقدام کردند غلام او را وادار کردن برش یک هزار دینار دادن گفتن یک هزار دینار برد میتیم با بادارت به خلیفه مسلمانان عمر بن عبدالعزیز زهر میدهی تا او را از بین ببری نه تنها برای یک هزار دینار میدهیم بلکه بعد از وفات خلیفه تو را آزاد میکنیم این غلام اولا آماده شد اما بعدا متردد شد و ترسید از این کار نکرد چند وقت آنها باز آمدن گفتن یک هزار دینار دادیم وعدی آزادی کردیم باز هم تا چیزی که از تو خواستیم انجام نمیدی پس تو را میکوشیم اینجا این غلام بین تهدید و تطمی بالاخره روزی آمد و در نوشیدنی عمر بن عبدالعزیز آبی که برایش میداد در آب زهر گذاشت و این گلاس زهر آلود را به عمر بن عبدالعزیز داد عمر بن عبدالعزیز رحمه الله لحظی که این آب را نوشیدن فوراً متوجه شدن که آب عادی نبوده بلکه در این زهر بوده غلام را خواست گفت وی حق ما حملک علی مسانت برباد شوی تو این چی کاری بود تو کردی چی چیز, باعث شد که تو به من زهر بدهی غلام گفت یک هزار دینار و آزادی من من را وادار کرد که چنین کاری کنم اینجا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله به غلام گفت که برو از اینجا از اینجا برو پناه شو برو به یک جای پناه ببر که تو را مردم نبینن ورنه با این زهر من وفات می کنم و مردم تو را گرفته خواهند کشت آن غلام از آنجا فرار کرد و رفت و این گونه خلیفه عادل نواسه عمر ابن خطاب عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله به تاریخ بیستوم رجب دنیای فانی را ودا گفتن و وفات کردن انا لله و انا الیه راجعون امیدوار هستم که از زندگی نامی عمر بن عبدالعزیز درس های لازم را گرفته باشیم و طبق زندگی ایشان ما و شما زندگی کنیم فرزندان و نسلهای های خود را به این روش تربیه بدهیم این گونه فرزندان به امت اسلامی و به جامعه اسلامی تقدیم کنیم تا قسمت بعدی یا برنامه قهرمانان الله یارا مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکت